خانم آقا صابر گفتن دست به بچه ها نزنن. منم نگفتم دست بزن، گفتم قضیه بزرگی رو گازه، بیدار که شد برش میداری نرمش میکنی بهش میدی بخوره. قضیه کوچیکم که یه شیشه شیره، دو تا پیمونه میریزی توش حل میکنی، غلام علی هم هست کمکت کنه. بس این مجونی خوبه، قشنگه. اختیار داری خانم. اختیار دارین چیه؟ بگو خوبه یا نه. میخوام برم بیمارستان نوامو ببینم. بله قشنگه. خوبی از مال تو باشه. بپوشش. اگه گشادم برات دو تا درز بغلشو بگیری درست میشه. خجالت هم نده خانم. راستی تو بچه ها بیداشن وقت داری قشنگ هموم کنی، لباساتو عوض کنی، بعد به بچه ها برسی. دستتون درد نکنه. ای فوی، من یادم رفت زنگ بزنم آژانس بیاد. بیا دیگه. اینجاست؟ آره. چیه؟ سلام آقا غلام. باز کن مایی. کی هستی؟ چی میخوای؟ عیبی نداره از اینجا داد بزنم؟ ای بابا چرا اینجا میگی؟ من اینجا کاروانسراست. صبر کن بابا. بنداز، بنداز. نوبره. غلامه دیگه. کجاست؟ بالاست. حالا تو برو فعلا برو جلو. کجا داری جلو جلو میری؟ سلام داشت غلام. احوال شما قربان؟ ببین صفایی، همون که بهت گفتم این مرد چند بار حرف میزنه. به جون معرفتت ندارم، باید 100 تا خونه رو برم در بزنم، التماس بکنم تا یه ریزه گیر بیارم خودمو بسازم. نه آبجیته، دختر خالته، خواهر زنته، اصلا خود زنته، همونی که گفتم. آقا جان من کاری از دستم بر نمیاد، اگرم بیاد واسه تو یکی نمیتونم بکنم، همین و سلام. حالا یه چای به ما میدی؟ چایی هم نهاریم، چیزی با چایی بی چایی هم نهاریم. بابا چجوری بگم، بار شما با ما بار نمیشه، بریم سراغ یکی دیگه. این قبری که شما های های توش گریه میکنید توش مرده نیست. من دنبال آدم مرده نیومدم، دنبال آدم زنده اومدم، البته با جنمش. اینم جز بشه، البته برای آدمی که یکم با عرضه باشه. حالا یه چای به ما میدی؟ نوکرت هم هستم، دارم خوبشم دارم. سگه کی باشم؟ الان چای درجه یک بده. صفایی جون چرا اونجا واستادی؟ بفرما بفرما رو تخت بفرما بالا. آقا
سلام خانم. سلام. خانم نادری اینجا هستن؟ بله، اتاق 32. 32. میتونم برم تو؟ بله، بفرمایید. سلام مادر. سلام. الهی قربونت برم. سلام عروس گلم. الهی قربونت برم. عروس گلم حالت چطوره؟ دلم برات یه سرده شده بود. حال شما چطوره؟ خوبی؟ میگم مادر ها. سر آقا ما کوبوندی به تاق اومدی یا پیچوندیش اومدی ها؟ نه خود آدمیه که سرشو بشه کوبون به تاق. نه منم اهل پیچوندنم. با اجازه خودش اومدم. با اجازه آقا؟ سلام، ما اومدیم. سلام روی مور بچه. خیلی قربونت برم. سلام بابایی. ستایش نمیشه بلندش که خیلی خوشگله. قربونت برم بابا. بریم. نگاه کن. احموشن فردوس. قربونت برم. بخواب. قد آرومه. ایشالا صاحبش حافظش باشه. این مال شماست. قابل نداره. ممنون. وای نگاه کن لباشو چه برمیچینه. بیام نکنه گشنشه ها؟ چای این یاقوت برای خانم خانوما. اینم برای ارباب خودم. بفرما. مرسی صفایی. واقعا همشیره است؟ عارف از چی؟ بابا بابا واقعا خوش اومدین خانم. خیلی خوش اومدین. وجدانن پیش خوب کسی اومدین. اوسا با وجدان دست و دلباز. میدونین خانم واقعا یه چیزی رو میخوام بهتون بگم. اون موقع ما امکانات نداشتیم وگرنه استعداد فول. اگه یکی مثل شما بود میمد زیر پال بره ما رو میگرفت. میدونی چی میشد؟ ما این نبود که وزمون توپ. ما اگه امکانات داشتیم اصلا اونا کی بودن؟ خلاصه بگم خانم برای این کار پیش اوستاش اومدیم. واسه چه کاری؟ واسه همین کار دیگه. اومدین شریکی بزنیم تو گوش پول و پله. کار از ما پخش فروش، پولم از شما. دو تا شریک نمبر وان. من شریک کسی نیستم. حرف شراکت نیست؟ نه. خب پس این همه مایه تیله اینا برای چیه؟ اینا رو آوردمش برای خودت که هر کاری که دلت خواست باش بکنی. یا شوخیتون گرفته یا خواب نما شدین یا من خوابم. آخه این چیزا تو این دور و زمان قصه است یا حکایته که یه نفر بی خودی؟ بی خود نیست. عوضش میخوام یه کاری برام بکنی. چه کاری؟ نمیخواد بگی، نمیخواد بگی. قبوله. من که هنوز نگفتم چه کاری. فرق نمیکنه. هر کاری که باشه قبوله. من واسه این همه مایه حاضرم نصف این محله بکشم. من آدمای این محله رو نمیخوام. من یه نفر رو میخوام. حله شما فقط اسمشو بگو تا غروب نشده آگهی ترویشو میزنیم رو دیفال. طاهر فردوس. کی؟ طاهر فردوس. درو سین بچگی های خودشه. خودشم که بچه بودا اصلا ما صدای گریهشو یه دفعه هم نشنیدیم. گریه نمی کرد اصلا.
هر وقت گشنش میشد بر رو بر به ما نگاه میکرد. اینقدر نگاه میکرد جوری لباشو بر میچید. مادر مادر ول کن حالا این حرف رو، نگفتی چجوری آقام اجازه داد باشی بیا اینجا؟ اجازه داد بیام؟ بیشتر اجازه داده تو ستایش بچه رو ببرین که ببینه. باور نمی کنی؟ چرا؟ میدونی که آقا اگه چشش به این بچه بخوره؟ آقای نادری فردوس هلاک پسره. اگه ستایششون و طاهر بچه رو با هم ببرن. فکرشم نکن مادر، ما اونجا نمیای. نمیای؟ نه. حالا که همه کارا درست شده، حالا که از خر شیطون اومده پایین، حالا که با اومدن این بچه من میتونم پیش تو ببرم. مادر تو اگه بچه رو ببریش. مادر همین یه دقیقه پیش داشتی میگفتی تا حالا گریه منو ندیدی، ولی من خودم دو بارش یادم به مادر. یه بارش وقتی که اون بازپرس خبر مردن محمد رو بنداد تو جیپ ژاندارمری از دم پاسکا تا خود تهران گریه کردم. یه شب وقتی که نازگل به دنیا اومد، آقا جون ما حتی حاضر نشد یه اسم واسه نوش بذاره. من اون شب تا صبح نخوابیدم. حالا چی شده؟ آقای فردوس هلاک پسره، میمیره واسه پسر؟ نه مادر دیگه دیر شده. من اون شب صدای شکستن دلم رو با گوشای خودم شنفتم. نمیدونستم به ستایه چی بگم، چه جوری بگم پدر من حتی حاضر نشده یه اسم واسه. نه مادر قصه من آقام دیگه تموم شده. به قول خودش عیسی سی خودش، موسی هم سی خودش. همین آخر بالاخره آقات یه اشتباهی کرده. بعضی اشتباه برگشت نداره مادر. حالا من بهش چی بگم؟ اما حرفی که خودش تو همه این مدت زده، طاهر مرد، تموم شد، رفت. یه دقیقه صبر کن طاهر، میخوام برم یه هوایی به سرم بخوره. آقا جون یه دقیقه صبر کن، کارت دارم. جونم آقا جون، چیزی میخواستیم بگیم؟ نمیخوام دخالت بکنم، یعنی کارم نمی کنم، چون این قضیه مربوط به شماست، تو پدرت. اما چیزی که میخوام بگم میتونه مربوط به تو و پدرت و خیلی از بچه ها و پدر مادر ها بشه. ببین از چه که دست از قنداق در میاره شروع میکنه به اشتباه کردن. بزرگ و بزرگتر که میشه اشتباهاتش هم بزرگ و بزرگتر میشه. اولش ما چشممون به اینه که شما اشتباه بکنید و ما دستتون رو بگیریم، بعد راه میفتیم دنبالتون، شما خطا میکنید و ما جلوشو میگیریم. بعدش همینطوری شما شروع میکنید به خطا کردن و ما هم دنبالتون راه میفتیم و رفع رجوع میکنیم. اینکه شما فرزند ما هستید به شما اجازه میده که شما خطا بکنید. اینم که ما پدر و مادر شما هستیم، وظیفه میشه که اشتباه شما رو جبران بکنیم. این قضیه یه عمر طول میکشه تا اینکه یه روزی ما یه خطایی بکنیم. بعد یه عمر اشتباهی که شما کردید و ما بخشیدیم، شما حتی حاضر نمیشید یک بار اونو جبران بکنید. هم میگم این عدالت نیست. تو گریه تو از دم پاسکا تا تهران یادته، ولی وقتی همون روز جلوی پاسکا پدرتو دیدی که شبونه خودش اونجا رسوند یادت نیست. این خیلی بی‌عدالتیه. تو خشم پدرتو دیدی؟ خیلی خوب اشک مادرت هم ببین، بعد تصمیم بگیر چیکار کنی. خیلی خوب مادر بسته دیگه، گریه نکنی، اشکاتونو پاک کنی. میایم دیگه. طاهر قضیه جنسا رو فهمید و بساطت رو به هم ریخاره؟ آره.
فکر نکردی اگه مامورا میفهمیدن چه بلایی سرش میومد؟ به ما دیگه دخلی نداشت. فوقش میبردنش هواخوری. هواخوری؟ آره دیگه خانم، این زن اینجا میبرن اون بالا. اون بالا هاش بهتره. گله دار دیگه. ببین خانم، جنس که دو سه کیلو بزنه بالا دیگه تونش حبس و این حرفا نیست. یه زب میبرنش هواخوری. خب از کجا ثابت میکردن مواد مال اونه؟ خب چجوری نداری خانوم؟ وقتی جنس رو تو جیب ما گیر بیارن، بیان این خونه رو بگردن تو سوراخ‌سون باش گیر بیارن، تو ماشین ما جاسازی شده باشه پیدا بکنن، خب یه ثابت کردن نداره. جنس رو منه دیگه. اگه ادعا میکرد که خبر نداره و اونا رو توی ماشین جاسازی کردن چی؟ ببین خانم، گوش مامورا از این دریوری ها دیگه پره. هر کی رو که میگیرن اولش میگه به خدای مال ما نیست فلان و بیسار، اما این حرفا دیگه کارساز نیست. تو جیب ما انداختن و تو خونمون پرت کردن و تو ماشینمون جاسازی کردن به درد نمیخوره. خیلی تعجب میکنم، خیلی فنی ما اینو درست کرده بودیم، اینه چجوری گیرش آورد دیگه؟ شاد دیگه. خب حالا میخوام این دفعه یه جوری کار کنی که راحت بشه پیداش کرد، میشه؟ سه سود. چقدر؟ چی چقدر؟ یعنی چقدر جنس بارش کنم که بره اون تو؟ شیش ماه بره؟ دو سال بره؟ ده سال؟ یا اصلا بره هواخوری؟ مواظب خودت باش. لطف کردیم، بابت هدیتونم ممنون. به زودی میبینمت. آقای نادری با اجازتون زن باشم. خواهش میکنم، محبت کردیم. خداحافظ شما. خداحافظ شما. آقا جون، من میرم مادر رو تا دم در برسونم. میدونی دختر قشنگترین چیز دنیا چیه؟ نه. من؟ نه، قشنگتر از تو آشتیه، سله. خوشحالم که تایر میخواد با پدرش آشتی کنه، اما ته دلش راضی نیست آقا جون. به خاطر حرفای شما و حال مادرشم میخواد این کارو کنه، وگرنه دلش خیلی شکسته، با رضایت خودش نیست. زمان همه چی رو حل میکنه دختر، مثل یه زخم میمونه که بالاخره شفا پیدا میکنه. برای گام اول بد نیست. ولی این طلا رو مشکل بشه آبش. اینا رو قرار نیست به تو بدم. آه. نصف قرارمون الان، بقیهش هم وقتی کارتو تموم کردی. خب اون؟ این شماره تلفن منه. آه. وقتی کارتو تموم کردی زنگ میزنی به هم خبر میدی. بله چه صبر کن. بله. شماره ماشینو. بله. آدرس گاراژو به هم میدی. بله نوکرت هم هستم. چش چش. فهمیدی؟ بله بله بله. چش. خب بریم. خدا هوایی ما رو داشته باشی. نوکرت هم هستم، هوا تو دارم. اصلا اصلا آبوی ببینم میدونی داری چی کار میکنی انیس؟ آره دارم آب رو آتیش دلم میریزم. این جماعت بد جوری دلم آتیش زدم. خیلی تون نمیری؟ نه
یا رومی رومی یا زنگی زنگی. تو جاده که افتادی تا تهش باید بری. تهی کیفه چیزی مونده؟ بفرمی. خیلی ممنون. وجدان دردتون آروم شد؟ لا اله الا الله. همه خواهر دارن، من خواهر دارم. انیس، انیس، چه کار میکنی؟ هیچ. چیه؟ یه ساعت داری چی رو نگاه میکنی؟ بابا تو با آتی خانم. خانم داره گزارش امروز رو با آقات میده. خب، بعدش چی شد؟ هیچی دیگه، مرخص شدن. قرار شد همین امروز فردام زنگ بزنم بیان با زن و بچه دستبوسی شما. گفتی که من گفتم بیان. خب آره دیگه، نبست میگفتم. چرا نبست میگفتی؟ چه عیبی داره؟ خوشحال شدن؟ از چی؟ از این که من گفتم، یعنی اجازه دادم با زن و بچه بیان اینجا. من دارم برای شما یه سیب پوست بکنم. ببین حتی کجا را تو کشیدی داری میری؟ باز چه میپیچونی؟ حرف پرسیدم ازتا. چی پرسیدی؟ گفتم خوشحال شد نه؟ خب برای لابد خوشحال شد دیگه، چه میدونم؟ من که تو دلش نیستم که بدونم. ببین آتی داری میپیچونی، چپ و راست میزنی، بالا پایین و زیر رو کشی. آخه چی بگم آقا فردوس؟ راستشو، راستشو بگو. اون موقع که اومد اینجا سر همون قضیه اش برخورده دیگه، دل شکسته شده. باقیش؟ خب همین دیگه. ببین باقیش آتی، باقیشه بگو. خب چیزه، میخواست بیادا، حسیتش رو راست به من نگفتش که نمیخواد بیاد، ولی من احساس کردم ته دلش نمیخواد بیاد. میدونستم، میدونستم، من این جماعت رو میشناسم. زنش و پدر زنش کوکش کردن، اونا تو گوشش خوندن. ای بابا آقا فردوس این چه حرفیه؟ والله به خود جلو من پدر زنش حسابی دعواش کرد، گفت بعد حرف حرف پدرت باشه، معصیت آدم رو حرف پدرش حرف بزنه. سیاکاری نبود؟ فیلم نبود؟ نه، چرا این فکرها رو میکنی؟ حالا یه کاری شده، اونم یه چیزی گفته، شما هم یه چیزی گفتی، به دل گرفته. حالا تمومش کن بره دیگه، اینقدر بهشو نگی. همچی که از این در بیاد تو، چشش تو چش شما بیفته، باز میشه همون طایره به حلو چشمگوه قدیم. همون از اون زبونه تو. بفرمی. دست شما درد نکنم. سر شما درد نکنم. بینم آتی بچه‌رم دیدی؟ آره یه زور مشلده، خیلی ماه اینه های بره، دو تو چش داره به این درشتی، همچین نگاه 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 نگاهت میکنه، بعد یه هو لبشو بر میچین. خیلی خوب، لازم نه دیگه آب از لب و لوچت را بیفته. ببین آتی اسم واسش گذاشتن؟ نه والا، میگم شما اسمی چیزی واسش نداری؟ من اسم اسم بذار، ما صداش میکنیم. بابا جنس مال توه، تو باید قیمت دادی دیگه. به جون بچه هم 3 کیلوش و 135 تومن پول دادم سر راست، اونم نه اینجا،
11 فرسخ اونورتر از بیابون و جاده‌ای که پر ماموره رد کردم تا رسوندم اینجا. حالا شما 150 بده. 150؟ من 200. 200 تومن؟ آره، فقط یه شرط کوچولو داره. خب چه شرطی؟ میخوام این عیالت یه کار جزمی واسه ما انجام بده. ببین، پای اهل عیال وسط نکش. ما از روز اول تو کار قاچاق مواد پای زن بچه رو وسط نکشیدیم. نه داداش، معامله‌مون نمیشه. بابا تو هم نمیخوام که شق القمر بکنه، میخوام برام 10 دقیقه بری یه فیلم بازی بکنه. 10 دقیقه 50,000 تومان کمه. گفتم که معامله‌مون نمیشه، خلاص. چه کار باید بکنم؟ این همه رفقا با هم دیگه شریکی خریدن. چش روشنی ناقابلیه برای عیال و آقا پسر تازه وارد. شرمندم کردی حاجی، ممنونم، توقع نداشتم. من ناقابله، یه روسری ترکمنی برای عیاله، یه رواندازم برای آقا پسر. ممنونم، از همه بچه ها ممنونم. خیر پیش. شرمندم کردی حاجی. برو به سلامت جوون. خیر پیش. با اجازه آقا سلمان. خداحافظ. خداحافظ. خواهر بچه هم مریضه، ما رو تا مریض خونه شهر میرسونی؟ یه بالا ایراد نداره، یه بالا. بچه تون چشه؟ دیشب تب کرده، دم صبح این آتیش بود. لابد سرما خورده، این روزا هوا موزیه. نمیدونم، من که از این چیزا سر در نمیارم. شوهرتون چیکار هستن؟ کجا؟ مریض احواله، کنج خونه افتاده. الان میرسیم. خدا مرگم بده. ببخشین آقا. نه اشکالی نداره، شکستنی نیست. الان خودم برمیدارم. من برمیدارم، شما مواظب جاده باشید. تو
تو رو خدا ببخشینا. نه ایرادی نداره، اتفاقی نیفتاده. حالا مریض خونه کجا هست؟ از همین طرف. شما برید، من بهتون میگم. بفرمایید. پولی چیزی لازم نداری؟ نه، دستتون درد نکنه. دارم. خب خدا رو شکر. انشالله بچه‌تون هم زودتر خوب میشه. خداحافظ. خداحافظ. تموم شد. دیدی؟ دیدی کاری نداشت. انیس میخوام، انیس خانم خوب که گفت شما بگو من کارگر خونه مادرشم باشه؟ بیا بیا. بله انیس جون، رفته صداش کنه. انیس خانم. بله انیس جون، بیا تلفنه، فکر کنم از خونه مامان تینا باشه. ببخشی باتی جونی یه دقیقه میگیری. جونم جون. بله انیس خانوم. بله گوشی. الو بله. میخواستم بگم که بقیه پول ما رو مرحمت بفرمایی. چیزی شده انیس؟ حالا مادرت خوبه؟ باشه باشه، خیلی ممنون. ما منتظرین. باشه. گفتم چیزی شده؟ چی؟ چیزی شده؟ حال مادرت که خوبه؟ آره آره خوبه، خیلی خوبه. دستی پای جایش که نشکسته؟ نه، همه چی خیلی خوبه. خب خدا رو شکر. بگی بگی دیگه. برو برو هر شوهر. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. آقا پولتون حساب نمیکنی؟ اه من حساب نکردم. نیستم ما که مال مردم خبر نیستیم. انیس جانم
جایی داری میری؟ من نه، دارم میرم سر کوچه یه چند متر رو بام بگیرم، زود برگردم. خدا بس. خب چرا غلام علی زیور نمیفرسی برم؟ ای بابا تیچون، این زیور خر از خورما تشخیص نمیده، غلام علی هم بدتر. خودم زود میرم برمیگردم. خدا بس. خدا بس. هر جو دوست داری. صدد مبارز با مواد مخدر. خسته نباشین آقا، میخواستم یه اطلاعاتی در مورد یه کامیون حمل مواد مخدر بهتون بدم. نخیر، اسممو نمیتونم بهتون بگم، اما اطلاعاتم دقیقه دقیقه، اسم راننده، شماره کامیون، آدرس گاراژ، همه رو میتونم بهتون بگم. بگم؟ سلام علیکم. علیکم السلام. صاحب اینجا شمایی؟ بله. میتونم چند لحظه با شما صحبت کنم؟ خواهش میکنم. بفرمایید. فرمایش. این شماره کامیون مال شماست؟ بله. رانندش کیه؟ آقای طاهر فردوس. الان کجاست؟ تو سایت نزدیک آمل. ما تو کار حمل و نقل چوبیم. این آقای فردوس چه جور آدمیه؟ میشه اول شما بگین از کدام ارگان هستیم؟ بله، مواد مخدر؟ بله. اون وقت دنبال طاهر فردوس هستین؟ این جوان حتی سیگار هم نمیکشه، چه برسه به مصرف مواد مخدر؟ لازم نیست خودش مصرف کنه، مصرف کنندش هست. اشتباهی اومدین جناب سروان. طاهر فردوس هیچ کدوم ما قاضی نیستیم حاج آقا، من فقط دارم تحقیق انجام میدم و بهتره که شما هم با من همکاری کنید. آخه عزیز من، من میدونم چی دارم میگم. کی این شرط و پرتا رو تحویل شما داده؟ بهتر نیست من سوال کنم و شما جواب بدین؟ بفرمایید. خداحافظ شما جواب. مرحمت زیاد. مرکز نسسه، مرکز نسسه، مرکز مستصل باشید، مشخصات گاراژ، شماره کامیون و اسم راننده صحت داره. تکرار میکنم، مورد قابل بررسیه. تمام. حاجی، واسه آقا طاهر اتفاقی افتاده؟ الو الو سلام، من کریم بخشی هستم. شما؟
سلام آجی، چطوری؟ اسفندیاری هستم. ممنون آقای اسفندیاری. میخواستم بپرسم طاهر فردوس اونجا؟ نه، بار زد و رفت. آقای اسفندیاری، میتونی بگی چند وقت رفته؟ حالا نمیدونم. فکر میکنم میشه میزم دقیق تر به هم بگی؟ گوشی آجی. سلمان، سلمان. طاهر فردوس چه ساعتی بار زد رفت؟ 2:20. 2:20 تقریبا یه 4 ساعته میشه. خیلی ممنون. قاسم ببینم، میگم این بنده خدا که تو جاده آمل رستوران داره بچه میرن پیشش، اسمش چی بود؟ ماشاءالله باولی. ها، از شماره چیزی داریم؟ آره، دفتر خود. بجو پیداش کن. سریع تر. رستوران باشی. آها. برو به کارت برس. دو تا تو بیده. سلام آقا. دوست تو مرد. بله. تلفن رو بردار. خیلی خوب. الو. الو. بابا 10 دفعه گفتم این تلفن صاحب بردن درستش کنه. بابا بجومین دیگه، ملت منتظرن. بله. آقا ماشاءالله. بله، خود خودم هم. امرتون رو بفرمایید. من حاج کریم بخشی هستم آقا، ماشاءالله شناختین؟ حاجی آقا مخلصین؟ چاکریم قربان. مگه قرار بر این نبود که شما هر وقت این طرفا میایین بیاین پیش ما اکبر جوجو بخورین؟ ممنون آقا ماشاءالله. امرتون رو بفرمایید. عرض آقا ماشاءالله. طاهر فردوسو که میشناسی؟ چجورم، رفیقمونه، بچه نازیه. امروز اومده اونجا؟ نه نه، هنوز نیومده. آقا ماشاءالله، یه خواهش دارم. امرتون رو بفرمایید حاجی. یکی از کارگرا تو بذار لبه جاده، طاهر که میشه جلوشو بگیره، بیاد از رستوران تو یه تلفن به من بزنه. به پا لازم نداره حاجی جون. اون هر وقتی که از اینجا رد بشه میاد پیش ما یه چای میخوره. ممکنه امروز نیاد، ممکنه عجله داشته باشه. خواهش میکنم کاری که من میگم بکن آقا ماشاءالله، برام خیلی مهمه. چشم آقا، هر چی که شما بفرمایید همون رو انجام بدیم. عواملی باشه. ممنون. قربون تو برم. یا علی، حق نگهدارت. بله مرکز، مفهوم بود. کامیون به شما شهربانی 79518 تبریز مشکوک به حمل مواد مخدر، مسیر به طرف تهران بررسی می‌کنیم. تمام. به کامیون رستوران که رسیدیم کمی یواش‌تر بریم. بله. با مورد نمیخونه جناب سروان. سلام طاهر، خرید کردی؟ علیکم سلام. چه منصور، باز چی وسط جاده وایسادی؟ آقا ماشاءالله گفت یه سر بهش بزنی. بهش بگو عجله دارم امروز، فردا اینا میام یه سری بهش میزنم. گفت کار واجبی داره، همین الان باید بریم. میز پنجم حساب نکرده. سلام آجی. سلام عزیزم، قربونه برم. برم چطوری؟ قربونه شما، حالا دیگه به پا گذاشتی واسه ما تو جاده، چی شده؟ چی کار کنم آجی، بخشی تلفن کرد کارت داشته. چی کار داشت نفهمیدی؟ حالا نمیدونم، ولی کار فوری فوتی بودش، حتما بهش یه زنگ بزن. چی؟ این تلفن خراب بود، از تلفن رو آشپزخونه است. دست در نکنه. برجت برم پسر گلم. خسته نباشی. اجازت که زنگ بزنم. بفرمایید. الو طاهر، تویی؟ الو سلام آجی. بله خودمه. چی شده؟ خدا رو شکر تلفن کرد. حاجی من نگران دارم میشم، چی شده؟ یه چیزی میپرسم، فقط جواب بله و نه بهم بده. تو چیزی امراته؟ مثلا چی؟ من
مثلا مواد چیزی امراته؟ حاجی این چه حرفیه؟ معلومه که نیست، اصلا پرسیدن داره؟ مسافر بین راهی سوار نکردی؟ چی مسافر تو راهی؟ نه حاجی، تو که میدونی مثلا از این کارا نمی کنن. آجی چرا؟ یه خانومی بچهش مریض بود، همینجا سر رادم یه مریضخونه پیادش کردن. یه گوشکن طاهر، به نظرم یکی داره واسه چاله میکنه. گوشی که گذاشتی میری زیر بم کامیتو خوب نگاه میکنی، هر بسته غریبه و ناشنا که دیدی پرت میکنی تو بیابون. این حرفا چیه؟ چاله کندن چیه؟ از این حرفا زیاده. حالا وقت این حرفا نیست طاهر. گوشی رو قطع کن، برو کاری که بهت میگم انجام بده. وقت تنگ طاهر، عجله کن. گوششم آجی. دور بزن. از گشت به مرکز، از گشت به مرکز. شهرم خیلی زرنگه، یه جایی گذاشته بود که هم به هیچی بهش نمیرسیم. چنان دست صندلی جلو، هم حالا بیا پایین.